سلام علیکم، حال احوال چطورین؟ چه خبر؟ جای شما خالی. ما از یک ویکیشن چند روزه برگشتیم، پسرک رو برده بودم لگولند. حالا ویدیوهاش نمیدم، الان اینه که میبینیم ویدیو اون آماده شده، بعید میبینم آماده شده باشه، دیر تمیم. فکر کنم خیلی تجربه جالبی شد براش، برای خودمم تجربه جالبی شد. چی شد که اومدم به سر بزنم سریع یه چیزی بگم برم دنبال کارم؟ یه پست گذاشتم راجع به برچسب زدن به کودکان. یعنی چی؟ یعنی اینی که مثلا آدما میان به بچه‌های بقیه یا بچه خودشون یه برچسب اینجوری میزنن که مثلا تو چقدر خجالتی هستی، تو چقدر پررویی، تو چقدر نمیدونم چیزایی که آبی تربیت این بچه چرا انقدر میریزه میپاشه، چقدر داد میکشه، این بچه مشکلش چیه و همه این حرفا. بعد کلی الان یه دونه باکس گذاشتم کوشنس، الان که نگاه کردم دیگه اشکم در اومد، انقدر چیزای وحشتناک توش خوندم. میخوام بهت اینو بگم، ما به عنوان والدین یا به عنوان بزرگسال در کنار بچه تحت هیچ شرطی اجازه نداریم نظر شخصی خودمون رو، به خصوص به عنوان هر جفتش والد بزرگسال، به بچه مستقیم بگیم. اگه من والدم میخوام بچه‌م چه کاری رو بکنه که درست نمیکنه، مثلا اگه بچه‌م الان که نمیشه شلخت است تنبل، خب شلختگی رو کی یاد گرفته؟ ببخشید من درست تربیت نکردم بچه‌مو، من باید روش کار کنم. نمیدونم تنبلی همینطور، واقعا همینطور. ما به عنوان والدین یا بزرگسال اجازه نداریم به بچه لیبل بزنیم. میتونیم براش توضیح بدیم که آقا این کارو اینجوری بکنی بهتره، این اینجوری بیشتر جواب میده، یا بهش راهکار بدیم، ولی لیبل زدن ممنوعه. میدونی اصلا بعد من وقتی که به بچه برمیگردم میگم وای چقدر این بی ادبه، بچه با ادب میشه؟ وقتی بچه میگم چقدر خجالتی، بچه از خجالت در میاد بیرون بدتر خجالتی میشه، چه کانستراکتیو فیدبک نیست، یعنی نظر نقطه نظر سازنده که نیست، بدتر طرفو ببره تو بی ارزش. یکی اینو میخوام بهت بگم، یکی الان با یکی از کانتام صحبت میکردم که متاسفانه یکی از والدین مریض شدن، بعد جراحی سنگین بشن و حالا همه اینا، و گفتم برای بچه‌تون توضیح دادین این چه زن خارج از ایران هم مسلمان دیگه؟ گفتش که نه نگفتم. گفتم ببین، گفت اتفاقا چند وقت پیشه که بچه‌م پاش شکسته بود، وقتی رفتیم بیمارستان از ای تا زی به توضیح میدم، ما الان میخوام آمپول به هستی بزنیم، وقتی آماده بود و قبول میکرد بچه میزنه همجوری زارت نمیمدن بهش بزن، و ما دیدیم چه خمسه آدم گنده ها دارم باش برخورد کنم. گفتم الان هم شما باید این آدم بزرگا باش برخورد کنید، باید براش درست توضیح بدین در حدی که با دکتر، با مشاور، با هر کی میخواد صحبت کنین. آخه اینجوری که بچه تو جهل مرکب نمیشه نگه داشت، دفعه میبینی که مامانش باباش مریضه، حالش بده، بعد کسی هم برای این بچه توضیح نمیده آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده. بچه تو آنسرتنتی، عدم یقین میمونه، بچه با ترس از دست دادن بزرگ میشه، حالش همجور بد میمونه. آخه بابا باید براش ارزش قائل باشیم. به من میگن چرا تو عصبانی میشی، خیلی ناراحت میشم، باید برای بچه دیتیل اید. ماها من میفهم ماها بلد نبودیم، با ما مثلا آدم برخورد نکردن وقتی ما بچه بودیم، نه معلم نه والده بلد نبودن، مثلا بچه هست نمیفهمه، در حالی که بچه هست همه بیشتر میفهم. میدونی بچه هست همه بیشتر میفهم، دیتیل هم میفهمه، حساش هم درسته، همه چیز بیشتر از هر کسی حس میکنه. پس میخوام ازتون خواهش کنم اگر که یه اتفاق میجری داره تو زندگیتون میفته، اعصاب کشی داریم میکنین، یه اتفاق بدی یا خوبی هر چی که میفته، با بچه مثل بزرگسال صحبت کنین، بهش خبر بدین، بهش بگین، اون رو در جریان بذارین. چه میدونم اگه مجموعه خونتون رو عوض کنین، اگه مجموعه خونتون رو داون سایز کنین، کوچیک کنین، یعنی یه اتفاقی که برای بچه ممکنه چیز خوبی نباشه، اگه محلتون رو دارین عوض کنین، باهاش صحبت کنین، توضیح بدین چرا دارین کار میکنین، آدم حسابش کنین. از یک انسان شهودش، از یک انسان بالغ بچه شهودش بیشتر و بیشتر میفهمه. چرا دارم انقدر تایید میکنم، تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه دمون هر چی شما بیشتر به بچه بها بدید، بهش برسید، براش ارزش قائل بشید، براش توضیح بدید، بیشتر بهش کمک میکنید که عزت نفسش درست شکل بگیره، این بچه درست بزرگ شه، این بچه ارزش به خودش بالا بره، به خاطر اینکه شما براش ارزش قائل شدید. خلاصه اگه من بخوام خلاصه بکنم و همه چی براتون بگم، یک، تا مادامی که فرزند شما داره با شما زندگی میکنه،
رفتار شما داره روی روان و روحش و همه چیزش تاثیر میذاره. پس بعد حواسمون باشه بهش چی میگیم، چقدر چیز داریم سعی کنیم قایم کنیم، اونایی که داریم قایم میکنیم داریم به شعورش توهین میکنیم و این برای همیشه این میمونه که پس من خوب نیستم، من آدم حسابی نیستم، من دوست داشتنی نیستم که داره مامانم بابام داره این کارو با من میکنه. یک دو اتفاقات بزرگ زندگی چه خوب چه بد رو از اول باهاش سهم شین، براش توضیح بدید، بهش بگید داره چه اتفاقی میفته. سه از همه مهمتر بهش برچسب بزنید، نگاه کنید ببینید با برچسب زدن دارین چیکار میکنید، دارین ما عقده‌ها کامپلکس‌های خودمون تو سر بچه‌مون خالی میکنیم، چی میخوایم، میخوایم بهتر شه، کیو تو حالا زدی تو سرش خیش خراشمانش کردی، خارو حقیرش کردی بهتر شد، کسی بهتر نمیشه بدتر میشه. یعنی به یکی بگی تو شلختی، تو بدبختی، پام شو دستشو میذاره به زانوش میگه من پاشم درستش کنم، نه. به یکی بگی تو چقدر تنبلی، یه دفعه زرنگ میشه، نه. ولی تشویقش کنی بزرگ میشه. پس با برچسب زدن به جایی نمیرسیم، اینو ببندیم. خودمون که زخم خوردیم، من خیلی وقتا میگم، میگن کامنت ها میگن آخه مامان بابای ما با ما اینجوری بودن، من میگم حالا how did you like it، چقدر دوست داشتین، چه جوری بودن. خب دوست نداشتی دیگه، چرا داری با بچه خودت میخوای این کارو بکنی؟ پس اون کارهایی رو که من دوست داشتم کسی با من بکنه و با من انجام دادن از روی جهلشون و همه چی، با بچه‌م انجام ندن. بیاین با فرزندانمون مهربون باشیم، چون اینا سرمایه های ما هستن و بعداً تک تک کارهایی که ما باهاشون کردیم تأثیرش رو تو زندگیشون نشون میده، تو شخصیتشون، تو همه چیشون. الان هی همه به من میگن آقا جما چیکار کنیم که عزت نفسمون بالا باشه؟ یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اون عقده ها و حقارت ها و بدبختی و بیچاره خودمون رو به بچه های طفلکی ما منتقل نکنیم. دوست دارم صد تا، مواظب خودت باش، بوس به کله همه تون و بوس به روی گل همه تون. امیدوارم که این ویدیو به دردت خورده باشه. بای.